بلد نیستم آخه. خب بابا یه کاری با آیتی دیگه. بابا حالیت نیست، من بلد نیستم، منو بی خود فرستاد این بالا. جب کلید آوری خالا یه سر. خب چی کار کنم میگی یک کارش بکن. بابا یه کاری دنگوله کن. خب باشه پمپا بزن، الان پمپا بزن. حالا خاموش کن. خاموش کردم. خب ببین الان تو پمپ رو زدی خاموش کردی، من فقط نگاه کردم. من چه میدونم پمپ چیه، از اینجا آب ریخت فقط. میگم من بلد نیستم بابا، گیر نده. آه. بابا نصف خیلی خواهی نکرده. بابا بزن حالا. میخوام برم بال پشت بون، میترسم از رافل نکن. میخوام برم بال پشت بون، میترسم از رافل نکن. ماه اومده تو خونمون، پیشم بمون نامهربون. میخوام برم بال پشت بون، میترسم از رافل نکن. ماه اومده تو خونمون. برمز آقا. سلام. سلام. خسته نباشی. سلامت باشی. دست شما درد نکنه. سلامت باشی. درست شد؟ نه بابا من بلد نیستم، به اینا میگم گیر دادن، میگن درست کن. وقت خوشیشون که هست من میشم قبرسی. حالا که موقع کار میگن دارم میگم تو بلدی، برو درستش. حالا ناراحت نباش. بیا چای تو بخور. بیا. بفرمایید. دست شما درد نکنه. سلامت باشی. فرمز آقا صداتون خیلی خوبه، خیلی قشنگ میخوندی. جدی؟ آره. میخوای براتون بخونم؟ نه اول چایتون رو بخورید بعدم بخونم. نه نه فاصله میافتون یه جوری میشم، سرد میشم. آقا چایی هم سرد میشه. عیب نداره چایی که سرد باشه. حالا دوست داری بخون. بخونم. یه پیش درآمد داره البته که ازن داره که اینا رو میگذاریم ازش. میخوام برم بال پشت بون، میخوام برم بال پشت بون، میترسم از رافل نکن. ماه اومده تو خونمون، پیشم بمون نامهربون. چی میشد اگه میرسید یکی سپول از آسمون؟ چی میشد اگه میرسید یکی سپول از آسمون؟ صدام گرفت. نه 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 بر نگرد بر نگرد. چرا؟ زنبور 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 بای بای زنبور 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 زنبور. خب رفت رفت، بریم بریم. کشتی؟ بریم دیگه پایین. آره آره کشتمش. بریم دیگه. نمیخونی؟ نه نه بریم دیگه. پس کولر چی؟ اونو باید وسیله بیارم درستش کنم، اینجوری نمیشه. چایی چی؟ چایی تو نمیخوری؟ چایی رو بریم پایین بخوریم دیگه. بر نگردی ها؟ من که بازم زنبوره. آره زنبور پشتت. بیا بیا. وای وای کجا کجا کجا. بیا 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 همینجوری یا بر نگردی ها؟ بیا 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 بیا. تو چرا اونجوری نمیری دیگه؟ آه پشت بوم میافتی مراقبتم. نه بابا صد با این راه رفتم. بیا 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 مواظب باش بر نگردی ها. بیا 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 برو تو برو تو برو همینجوری ها اینوری برو. نه رفت زنبور. نه 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 برو 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 تو برو. ببین کیشش کن بذار بره دیگه. کیش 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 برو برو زنبور. آره برو برو. شما هم بیاین پایین دیگه. برو من میام دیگه. بیا پایین چای تو بخور. ای بابا بریم بریم. آقا فرماز پمپو بزنم. شما هم نمیدستن. تو ایشون یه لازه نمیدونم. چیه؟ این چطور داره؟ چیه؟ بده به من بابا جون اونو. باشو بابا اینو بده اینو بده اونو بیا 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 من نمیخواد بابا. چیه دیگه؟ بزنم آقا. چیه؟ هیچی چای تو بخو یخ میکنه. گرما کی چایی میخوره؟ آقا موقع که من چای آوردم کولر کار میکرد. خب دیگه از من دهن افتاده برش. ولی واقعا گرم بویتی ها. صد رحمت به گاوداری. صد رحمت به گاوداری. خیلی خنک‌تر از اینجا بویتی. تو باز با گاوات مقایسه کردی؟ نه نه آقا چون خود گاوداری که میگم، من در مورد دفتر رو میگم. کولر داریم.
خوراکتر ببره. آقا فرماز پمپو بزنم؟ آقا فرماز پمپو بزنم؟ نه نه نمیخوام. برای چی؟ نزن نمیخوام. خب بزنم دیگه بابا. اینجام نمیخوام. بزنم. سریعتر یه پارچه پس بیارین شما. بریم. سلام. یه پارچه بزرگ باشه. چی شد؟ زود باشین زود باشین. گفتم چی شد؟ چیزی نشد. فرماز آقا شما پارچه واسه چی میخوای؟ مگه پیچ گوشتی نمیخواستی؟ چرا اونم میخوام پارچه رو، برای اینکه من بالا هر چی داد میزنم کسی اینجا محل نمیده دیگه. چی؟ خب پارچه رو میخوای چیکار؟ واقعا هیچ کی محل نمیده، من اونجا بیکار میشم، پارچه رو پهن میکنم میگیرم میخوابم. آقا رو خب بیا برای چی پارچه دارید؟ بریم زود باشین. دور عمل برو آقا فرامرز. بله. چی شد؟ من که اگر ما پختم الان همه چی جور میشه. آقا میخوام من بیام کمک به وقتی. نه کسی نیاد، من خودم درستش میکنم. تو بلدی؟ بله من بلدم درستش میکنم دیگه. فرامرز آقا شما که گفتی بلد نیستی. نه من بلد نیست، بلد خراب کنه. خب من رفتم. خاصیتتون باشه پمپو بزنیم. باشه فقط پمپو پمپ بزنی دیگه. اگر میدونی نمیتونی برن جعفر آقا الکتریکی بیارم. آقا نه نمیخواد حالتون نیست. حالتون نیست چی دارنی؟ بزرگتری جواب های تیروزت خواد. من با آقا جون نیستم، با تو هم میگم حالت نیست. الان تو گفتی شما ها چند دارنی؟ الان به تو میگم حالت نیست. دست میزنی دست بنداز. حرف داره ده تو دهن من میذاره. میگم منم نه. خب عصبانی نشو. میخوای من بیام کمکت؟ نه خیر نمیخواد. برو گم شینه. ای فرماز آقا، زنبور دیگه بالا نیست؟ نه خیر. آقا، تعارف داور نی بیام کمکت میخوای ببین. تعارف نمیکنم. بذار برم به کارم برسم. اینم یکی بگیره. گشتاس. بله. اونو ولشون یه دندست ولشون بده. برو برو آقا. آقا مخاطب شما تشخیص بدی من برم کمکش آقا جون. بسین راستی. کسی بالا نیاد. چرا؟ گرمه حواس خیلی گرمه. اصلا خاطر این دو ساعت طرف داریم آقا، من با گاوا انقدر تو گرما با وای کی بریم آقا؟ برو با همون گاوا. بذار من برم به کارم برسم دیگه. طرف تا گذشتی برم. برو آقا جون. من رفتم نه یادا کسی بالا. هیچ کی نمیاد. خب نصد خواه مافیه اینو چرا نگرفتی؟ اصلا بلد نیست قربونه تو برم، میره خرابترش هم میکنه. حالیش نمیشم بزنم. من اعتراف شما هیچی نگفتم. زد تو گوشم چه جمع زد. زد شوخی کرد. ولش کن. آقا فرماز. بزن آقا فرماز. پس کسی نیاد. خب من چی میری؟ دیدی؟ کمو بزن. زدم. میگم زدم درست شد؟ ها. بابا زدم. بزن. بابا الان زدم. پمپو بزن دوباره. نه من هر کار بکنم نمیشه. جان تو من بلد نیستم ها. خب بخوای من بیام کمک. بزن بیکار پمپو بزن. Oh, no.
بابا فرامرز برو، من دارم نگاه میکنم ها. فرامرز با تو هم جلو دیده منو گرفتی، من دارم نگاه میکنم، برو اون طرف. بابا فرامرز با تو هم. خب خب خونه من بزرگی باید شد دیگه، راه برو دیگه. آقای گشتاسب خان، من دارم الان نگاه میکنم، فهمیدی؟ راست اومدی جلو من وایستادی ها، برو اون بر. با تو هم ای؟ خب دوره دست شما دارم. بفرمه دست خانم تعلت خانم، من دارم نگاه میکنم. ببخش بینندگان عزیز، با عرض پوزش از خط برنامه به اطلاعیه که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. ظهر امروز هواپیمای حامل پولای بانک مرکزی بر فراز آسمان تهران دچار سانحه آتش‌سوزی شد که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت. طی این حادثه 700 میلیون پول نفت با این هواپیما به بیرون پرداخت شد. از شهروندان گرامی چرت میگه خاموشش، طلعت خانم خاموشش. که زیرنویس می شود تماس حاصل نمایم. آبا داره بی خود میگه، ولش کن. گفت چقدر؟ 700 میلیون تومن فرامرز فکر کن. پولی نه بابایتی. 700 میلیونه؟ چرا خیلی پول بابایتی. ببین پمپو بزن. این فقط برده بگه پمپو بزن دیگه، همین. برای چی میخوای؟ کجا میخوای بری پمپو بزن؟ من یه دقیقه میرم برای تو پمپو بزن. خب برای یه دست اجازه بده. اجازه داری؟ کولر باز. خب میخوای خود شما پمپو بزن که از این ایراد داری، میام کمکت. بیا. نه 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 نه. چرا تو همینجا باش؟ تو فقط پمپو بزن. بابا چرا بابا تعارف ببری؟ بابا تعارف نمیکنم. بابا بازی نشو کن. خب آقا جون من میام دیگه. بریم. نمیخوام، من میخوام برم بشمرم. چی؟ چیکار کنی؟ من میخوام، من میرم تا سه میشمرم، تو پمپو بزن. باش. حالا؟ نه یا پس من دیگه. نه تا چند شد پس؟ سه. حالا پمپو بزن. بزن پمپو بزن. حالا خاموشش کن. خاموش کردم. حالا بزن. حالا خاموش کن. حالا بزن. الان خاموشش کن. چی شد؟ نمیدونم این اشکالش چیه دیگه، درست نمیشه دیگه. حالا بزن. خاموش کن. سلام. سلام. شما الان نخوابیدین؟ نه. شما کجا بودی؟ من پشت بوم. پولا. نه هیچی، ببخشید. خدا. آخ. من بعد این بری میرفتم. آره؟ نمیدونم. از اون بر اومدم دیگه. آره از اون بر اومدی. خب از این بری میرم. بعد دارم. نمیخوام، پول لازم نداری. خدا.
سلام بینندگان عزیز. سلام صبحتون بخیر. وارد پوزش از خط برنامه به اطلاعیه کمک دیشب خوب خوابیدید؟ توپ هواپیمای حامل پولای بانک مرکزی بر فراز آسمان تهران دچار سانحه آتش‌سوزی شد که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت. طی این حادثه 700 میلیون شایعه درست میکنن بیخو. آره واقعا، ولی الکی میگن 700 میلیون ها. پول خیلی زیادیه. راستی فرامرز آقا، با این همه پول میخواین چیکار کنین؟ چی میگی پولو؟ مگه تو خبر داری؟ بله که خبر دارم زنبوره. ببینم به کسی که چیزی نگفتی؟ نه بابا مطمئن باش به هیچ کسی چی نگفتم، ولی آخه الکی میگن 700 میلیون. من تو خود صبح نشستم پولا رو شمردم، 10000 تومنش کم بود. راستی چرا 10000 تومنش کمه؟ تو هم شمردی پولا رو؟ آره بابا نیم ساعت هستم یا نمیبینی مگه چه خوال بود؟ خیلی من 10000 تومن پول تو جیبی میخواستم برداشتم. شما برداشتی؟ پیش منه. ولی ببین به کسی چیزی نگی. نه بابا دست بشه. زیاد بشه همه سهم میخوان، اینجوری اوضاع بیریخ میشه. تو هم نباید میفهمدی، ولی حالا که فهمیدی نباید به کسی. من سهم دارم دیگه، فهمیدم. سهم داری ولی به کسی چیزی نگی. نه نمیگم. مطمئن باش. چم سلام فرامرز. خسته نباشی فرامرز. آه توی باقا فرامرزا بکنم. یه لحظه گوش کن آقا فرامرز ببین چی میگن. ببین بیا بگو گوشم به تو. چرا خاموشش میکنی؟ حرف دارم بابا. چیه؟ گوش کن. میگم یادت قدیما من بچه بودم میومدم خونه شما؟ بعد شما بزرگ بودی یا؟ تو میومدی؟ من بچه بودم میومدم شما بزرگتر بودی. نه من یادم نمیاد. آقا یه بار در لب حوض واسده بودیم افتادیم تو، افتادم تو، تو حوض افتادیم. من یا تو؟ شما. نه یادم نمیاد. من نه یادم نمیاد. یه بار چیز بود با سنگ زدم سرت. تو زدی تو سر من؟ آره یادم نمیاد. تو زدی تو سر من ها؟ نه یادم نمیاد. یاد نمیری؟ فرهاد علیرضام که اصلا یاد نمیری. هیچی؟ نمیم زد تو سرم. خودت یادت میاد؟ نه من یادم. چرا من میپرسی؟ دیروز یادت فرهاد دمه گوش علیرضا یه چیزی گفت علیرضا ترسید؟ نه یادم. بابا اینه که با هم بودیم دیگه. چرا دروغ؟ یادم نمیاد چیکار کنم. اینه واقعا اینجوری بوده. ولش کن بگیم یاد ارتباط برقرار نمیدیم. یادم نمیاد. بیا بریم مال تو. تو روشن میکنه. نه ولش کن این مال تو. باش. بابا این مال تو دیگه. باشه باشه دست درد. اصلا فهمیدی این چی دارونه؟ چیه؟ این بابا سند گاوداری ببایتی 4 دونگشه. اون تو اون دو دونگش مال گلی بود دیگه. من نگرفتم بیهریش بود. ولی مال تو دیگه 4 دونگی گاوداریته؟ آره به اسم تو زدم دیگه. بچه میدی به من؟ همینجور میخوام حسنیت هم ثابت کنم. برحال تخم سبز بر سفره درویشه دیگه. هرگی سبزی سفره درویش؟ آره دیگه پره. آقا برای چی چرا میدی به من؟ گفتم که بابا میخوام حسنیت هم ثابت کنم. تو واقعا با همه فرق داری یا با فریچش قشنگ فرهاد علیرضا اصلا یه معرفتی داری آدم میگیره. به اسم شما زدم دیگه الان. یعنی الان سند به اسم منه؟ نه نی الان نی قصدشو دارم که به اسم شما فردا بریم به یه امضا بزنی به اسم شما میشه. ولی الان دلم با شما میخوام بدم.
برش مادی برو روشن کن بازی کنم روشنش میکنه چش ببین تلویزیون جلسی دیدی دیروز چی؟ میگفتش که یه هواپیمایی 700 تا ریخته ازش 700 میلیون پول ببرنی 700 میلیون پول ریخته بود آره شنید چیکارش میکنی اگه مال تو باشه مثلا بیافته 700 میلیون اگه مال من باشه آره. نیست که آره حالا مثلا دیگه اگه مال تو به چیکار میکنی من پس میدادم چی؟ پسشو میدادم نه پس که نه دیم پس واقعا پس میدی؟ آره جدی؟ آره کار دیگه مثلا نمیخوای انجام بدی باش پاره میشه پاره میشه آخه این یه لسه حالا که این نقد کنه چی چی رو نقدش کنم با نقد دیگه حرف 700 میلیونه همش هم بذاری حالا که این نقد کنه ده بازا میگه آه منظور داری که کی میخواد خرجش کنه آه حالا که خیلی خرج کنه آبا باید از آسیا بیافته اگه کی میفته نمیدونم حالا که این نقد خونه دیم دیمید ازم چی دهنم یه نایت یعنی چه زنم زنه زنه یعنی بچه دور نید که بزنم شما اینجا بودین فرامرز اینجا فرامرز اونجا فرامرز همه جا بایتی من هنجرم پاره شد اینجا چیکار میکنی شما ها؟ پنجرم پاره شد اون بالا میگم پمپا بزنین چیکار میکنی تو شما بگی که ما میزنیم الان پمپا من صد دفعه گفتم صدا منو نمیشنید نه نشنیدیم دیگه شما چی میگین به شما هیچی منتظر بودیم که شما با دستور بدید میگم پمپا بزنین بزنه شما بری شما من کمکت کنم نمیخوام طرف تا بر نمیام کن نمیخوام تو فقط همین پمپا بزن بس باش برو شما برو بالا تو خوبی حالا که خیلی نقد کننده ای بابا پمپا بزن بابا پمپ بخور تو سر من این خیلی تکلیف این چیکار داره آخ الهی من بمیرم فرامرز خوابیدی؟ فرامرز خوابی؟ آخه خاله من بمیرم تو چقدر ضعیف شدی پس من؟ خیلی ضعیف شدی تو نه بابا من ضعیف نشد پاشو اقلا چیزی بخور پاشو قوت بگیری پاشو چیزی بیار بعد بگو بخوری چی نهی بدی حالا برات میارم یه چیزی بخوری فرازی دخ پاشو من یه چیزی بهت بگم پاشو بگو پاشو دیگه پاشو یه چیز خیلی مهمه باید بهت بگم فرامرز یه چیزی که اصلا اینجا هم گیر کرده مدت ها بود که میخواستم بهت بگم ولی اینجا مونده کجا؟ اینجا همینجا خب دیگه غمباد گرفتم دیگه فرامرز اون سالی که اولی سالی که افتادی زندان که یادته تو وای نگو اصلا باز اعصابم خورد شد این قضیه فریبرزینا رو میخوای بگی دیگه نه بابا اصلا ربطی به اون نداره بذار بگم دیگه فرمش بذار بگم اینجا مونده بگو من که نمیگم نگو ببین اون سالی بودش هم اولین سالی که تو افتادی زندون خب به خاطر اینکه چه من تو حسابت پول نداشتی و چکات پاس نشه اینا رو خوب یادته دیگه آره میگم همینو میخوای بگی که اون سال جدا شدین از فریبرز ای بابا تو هی بپر تو حرف منو اصلا ربطی به اون نداره گوش کن ببین من به چی میگم ببین فرامرز جون اون سال این من بودم که هرس و جوش تو خوردم من بودم که این همه آدم بی معرفت و بی احساس و تونستم دور و بر خودم تحمل کنم هر چی بهشون میگفتم بابا جون بری یه کمکی کنیم به فرامرز بیارینش بیرون میگفتن که نه باید بمونه ادب شه اصلا گوش نمیکردن که فرامرز جون هر قصه ای بود فقط خواهرت خو فقط گلچهره خو این قصه ها رو خورده بود فرامرز کیا؟ بقیه دیگه همه آقا جون بقیه؟ همه همین خداحافظ فرامرز وایسا بقیه شد بگم پاشو فرامرز پاشو بقیه شد بگم پاشو خیلی مهمه ببین فرامرز این من بودم همه این چیزا رو تحمل کردم گفتی اینا این همه سال گذشته فرامرز این همه سال از اون واقعه گذشته ولی من هنوز برای تو همون خواهر مهربونم که برات این همه ایثار کردم تو هنوز برای من همون برادری فرامرز من دوستت دارم فرامرز خواهر برادری که از بین نرفته مارکه برو بذار بخواهیم فرامرز یه دقیقه پاشو فرامرز گوش فرامرز این مال توه
چیه؟ این مال توه. چیه؟ بلنشو؟ نه بلنشو خیلی چیز خوبیه، فقط متعلق به توه. چیه؟ این دو دنگ از گاوداری گشتاس مهریم برای تو. ببین چهار دنگش هم گشتاسب داده. میدونم. شیش دنگش شد مال من. اصلا تو بگو 10 دنگ، 15 دنگ همش مال توه. بابا بزنیم یکی صحبت دارانی شد آقا فرامرز سرش گیج ببایتی. من بگم ببین فرامرز جان، میگم که پمپو بزنیم. فرامرز آقا چای بیارم بالا. زندوی این که نقده خونه دیم؟ ببین میندازم این بیرون ها. آقا فرامرز پیچگوشتی نمیخوای؟ میگم پیچگوشتی نمیخوای؟ آقا فرامرز نه سلام پیچگوشتی نمیخوای بده؟ نه دارم هست بالا خوش به سعادتش دارنی وقت پول داشته باشه همه جا هستی. چای بخوا بخوا بجو چش بخوری جان، دو تاش هم میتونی بخوری. همیشه همینجوری بوده. همیشه خرابکاری میکردی. من بلا گردونت بودم فرامرز جونم. بچه بودی سنی نداشتی که چیز حالیتون نبود که. چی؟ منظورم اینه که خب سنی نداشتی بچه بودین. یادمه که یه دفعه رفتونی شکار با تیر کمون. آها با تیر کمون. رفتونی گنجش بزنی. آخه. ولی میدونی چیکار کردی؟ نه. سری شیشه همسایه شکستی. آها. ببینی چیشو؟ نه من بلا گردونه چونم. من گردن گرفتم گفتم این شیشه رو میکائیل شکسته. جدی؟ بله. و بعدش نصرت خان افتاد به جون من، هی بزن هی بزن هی بزن. باز نگفتن که فرامرز جونم بوده، گفتم من بودم، من بلا گردونه چونم، من میکائیل زدم شیشه رو شکستم. بعدش چیشو؟ بعدش همسایه فهمید که من این کارو کردم، اومد گفته بجون من، ده بزن کشت و اصلا چرا من زیر گنجش هلاکم کرد. باز اعتراف نکردم، نگفتم فرامرز چونه بوده، گفتم من بودم. من بعد چی شد؟ بعدش آره افتادم تو بیمارستان، رفتم یه روز 8 ماه تمام تو بیمارستان بودم، حال نزار دیگه. وقتی اومدم بیرون شده بودم از زیر گنجش داشتم میمردم. باز نگفتم، باز اعتراف نکردم، گفتم من شکستم شیشه رو، نگفتم فرامرز جونم بوده که. بعدش چی شد؟ بعدش؟ آره ولش کن دیگه هیچی. نه چی شد جدی بعدش چی شد؟ نه ولش کن دیگه اصلا. نه بگو بعدش چی شد. آره یه چیز خوب برات آوردم، ولش کن. اونو نمیگی؟ نه ولش کن دیگه. جالب بوده ولی ها. نه همه چیزو گردن گرفت. همه چی گردن گرفت. همیشه همینجوری بوده، برای گردون دونم. حالا واسه یه چیز خوشگل آوردم. بعدش چی شد؟ اونو نمیگی؟ آره ول کن دیگه. تمش میخوام هدیه‌مو بهت بدم. بله. هدیه بهت بدم که برای من؟ بله. چرا؟ ببین چی برات آوردم. چرا هدیه آخه؟ برای که من دوستت دارم. قربونت برم، منم دوستت دارم. آخه چقدر قشنگه. چقدر قشنگه. خیلی قشنگه. اینو میگی دست درد نکنه. این چیکارش کن؟ بزنش اونجا به دیوار. چی؟ نمیدونم یه جوری شدم. این مال خود من نیست. چی؟ آره؟ خودت میخوایش؟ میخوای یه چیزی دیگه؟ مال خودمونه نمیخوایش؟ میخوای یه چیزی دیگه باید بدم؟ چی؟ سماور. اونم مال خودمونه، خودت یه چیزی مایه بذار. این سماور مال خودمونه که. میخوای یه چیزی بهت بدم که به جگرم وصله. خیلی دوستش دارم، ولی به شرطی که به هیچ کس نگی، به طلعت مخصوصا نگی. یا قرمزه؟ آفتابه است؟ مال خودت. ببین فرامرز فرامرز پسرم من هستم میکائیل، چیزی نمیخوا بابا جون. پسرم عزیزم چیزی میخوا بگو من برات بیارم. سلام. یه چایی میتونی بیاری بالا من گلوم خوش شده؟ جانم یه چایی میاری بالا گلوم خوش شده؟ حتما. پاپا بگیم بابا میزنی. واقعا جون نصرت خان تعارف داورنی کمک نمیخوای؟ نه کمک نمیخوای. تعارف میکنه. چند تا چای بیارن؟ دو تا یکی؟ یه دونه برو. بچه نازنی دارنی سندوی این واقعا اینو چجور نقده خونده؟
ببخشید من امشب همه جوهرا اینجا جمع کردم که راستش که یک راز بزرگی افشا کنم. شما یادتون هست که کی چک بی محل کشید و باعث شد که آبروی خانواده بره؟ یادتون هست؟ یادتون هست که کی رفت یه جایی و باعث شد آقا جون قصه بخوره؟ یادتون هست؟ حتما همتون یعنی مطمئنید که کسی نیست جز فرامرز؟ بله. درسته؟ روزنامه نخون، گوش میدی به حرف من؟ بله. میشه روزنامه رو نخونی؟ بله. پس کسی یعنی مطمئن هستید که هیچ کسی نیست جز فرامرز؟ بله. درسته؟ بله. ولی میخوام بگم سخت در اشتباهید، همه تون سخت در اشتباه هستید. فرامرز لطفا اونو نخون، بذار کنار. من نمیخونم، کار ندارم. خب نخون دیگه آقا، من نمیشه، بذار. یا بگو. بابا. پس مطمئنید اون کار کسی جز فرامرز نبوده، درسته؟ بله. درسته؟ بله. سخت در اشتباهید. میخوام بگم که سخت در اشتباهید، چون اون کار کسی انجام نداده جز یعنی جز من، فرهاد تهرانی. بله من بودم که اون چک بی محل رو کشیدم، من بودم که باعث اذیت و آزار آقا جون شدم، من بودم که رفتم قبرس و فرامرز رفت آلمان. البته اینو نظر روانی، یعنی این کار رو من انجام دادم، فقط به خاطر برادر عزیزم فرامرز من این حرفا رو زدم. من بودم که چک کشیدم. شلوغ نکنید دیگه. بگو. آقا هر چیزی یه قاعده ای داره. متوجه شدی؟ بله. الان با هم باید یه جوری بگیم که فرامرز یه موقع ناراحت نشه. متوجه ای؟ پس با اشاره دست من علامت که دادم همه با هم میگیم. خب؟ باش. این علامته. یک دو. چی بگیم آقا؟ آقا همه با هم میگیم که فرامرز پمپو بزن. بله. خب؟ فرامرز پمپو بزن. اضافه نگو. آقا فرامرز یه مدت با من تعارف ببرید. من هرچی میگم. خب آقا من میرم. وقتی گفتم پمپو بزنین. باشه. تو مگه بالا نبودی؟ من نه. خب میری بالا بگو. نمیری بالا بگو دیگه. من با گشتاست اونجا نشستم صحبت میکنم. تو اونجا بودی؟ وقتی گفتم بزن اینا. تو اونجا بودی نه؟ ما آردم پلا آقا فرامرز نشست بودم. خب بچه فکت نمیجان ببگی. فراد آقا اونا که دیشب اومده بودن دنبال فرامرز آقا برای همین برنامه بود؟ آره دیگه بابا تلویزیون بودن دیگه. حالا نمیشد از برنامه صبح بخیر تهران پخش نمیشد. اما زنده است بابا، حوصله نداریم بیداش. زنده است گفت. حالا من نمیدونم آقا برات. اونا که من نمیدونم گفتی لباس تنت کن. آقا شروع شد. خب همشهریان و بینندگان عزیز، امروز صبح بله همکارانم به من اشاره کردن که شما اگه میشه پاتون رو بذارین پایین. متشکر میشم. بله. پاتون اگه میشه بذارین پایین. بله. ممنون. خب بینندگان و همشهریان گرامی، امروز صبح در خدمت یکی از باصداقت‌ترین و درستکارترین افراد شهرمون هستیم که حاضر شده مقدار زیادی پول رو 700 میلیون تومان. بله. حاضر شده مقدار زیادی پول رو که چند روز پیش بگین 700 در اثر بله که در اثر سانحه هوایی بانک مرکزی مفقود شده بود رو تحویل مقامات حقوقی بده. به همین خاطر همکاران من یک هدیه نفیس رو تهیه کردن که بعد از اتمام این مصاحبه خدمتشون تقدیم میشه. چیه؟ این هدیه یک ساعت دیواریه که آرم شبکه 5 روش هک شده. بله، یکی از اقوام ما توی مسابقه برنده شد، از همین ساعت‌ها دادن زده تو آشپزخونه‌اش، فکر کرده چی هست. بله. از بحثمون خارج شد. این شخص کسی نیست جز آقای راستی اسمتون چی بود شما؟
من اینجا چیزی ندارم. اینجا چیزی نداری؟ نه. مهمون دعوت میکنی اسمشو بلد نیستی؟ بله بله الان همکارانم متشکرم. فرامرز تهرانی هستم اینجا نوشته. بله متشکر. ایشون کسی نیست جز آقای فرامرز تهرانی. گفتم دی. من گفته بودم واقعا رو تحویل داد. حالا من میخوام از شما درخواست کنم که یه خورده از خودتون واسه بینندگانمون ضمن سلام خدمت آقا جون، من فرامرز تهرانی هستم، حدود 34 سالمه دیگه. چی بگم آخه؟ خب شما مثلین که یه مدتی هم توی قبرس تشریف داشتین درسته؟ آشنا داریم اینجا. من فرامرز تهرانی هستم. من در اون لحظه وقتی کیفو پیدا کردم از همون لحظه اول میدونستم که من همه اون 700 میلیون تومنو همه اون 700 میلیون تومنو میرم و تحویل مقامات میدم و بله. واقعا اینو از صمیم قلب میگم. من یه هفته است که پولو تحویل دادم، یعنی تقریبا روز دومی که پولو پیدا کردم من وردم بله. تحویل دادم با اینکه چشم روش بود. بله ولی گویا مثل این که یه مقداری از پول باقی مونده. 12 میلیونه دیگه. دقیقاً 12 میلیون. راجع به اون توضیح داریم بدین؟ به نظر من اون 12 میلیون چون فاصله ای که کیسه پرت شده از هواپیما تا زمین خیلی فاصله زیادی بوده و در اون فاصله ممکنه هر اتفاقی بیفته. اون پول به هر حال پخش شده توی خونه تعدادی از آدمای مستحقی که به اون پول به نظر من نیاز داشتن، یا یه نفر چه یه نفر ولی فکر کنم یه نفر بیشتر بوده، چون حالا نمیدونم، حتما اون پولا به کسی رسیده که مستحقش بوده و من نظرم اینه که مقامات باید حلالش کنن، بگن حلالت، برو نوش جونت، برو کیف کن، با 12 میلیون برو حال کن. نمیدونم. بله متشکرم. آخه الهی بمیرم. پس این بچه اینقدر میرفت رو پشت بوم واسه درست کردن کولر بود ما این قضیتش میکردیم طفلی. واقعا من به داشتن همچین برادری افتخار میکنم. بگذر از کوی ما، کن نظر سوی ما، ز هر طرف ببین چو رو کنم، در پی من دوان گشت پیر و جوان، از این جنون چه گفتگو کنم، به گریه ندامتم ز انتظار بی پایه‌ای، چون می کند ملامتم به جفای تو همسایه ای. بابا این حلالش می کردین دیگه، 12 میلیون توی 700 میلیون اصلا به چشم نمیاد اینقدر گیر دادین شما. داری سیگار می کشیاره؟ چی؟ داری سیگار می کشیاره؟ نه بابا این هم بندیه دارن می کشن. نکشین. مگه تو اون تو تنها نیستی؟ خاموش کن. خب کجا شد؟ گذاشتی؟ پیدا شد؟ کجا گذاشتی؟ کجای کولر؟ هر جایی که بگی گشتیم. پیدا نشد؟ نخیر. بابا جون در باز که من خودم بیام بگم دیگه. تو آدرسو بده من بهشون میگم که برام بگردن. ای بابا ببین میری بالا پشت بوم درست. خب. دو تا کولر روبروته. خب. سمت چپیه رو که باز که من خودم باشم بهتر. بابا جون تو آدرسو بده من بهشون میگم بگردن دیگه. اونم بذار سر جاش. بذار خودم میام میام. نخیر بذار سر جاش. ای بابا کچل. چی؟ کچن نزنه. جناب سروان، جناب سروان اونو بذار سر جاش. جناب سروان. بله آقا من خودم بیام بیرون جای پولا رو میدونم بهتون میگم دیگه، راحت پیدا میکنی. سروان. بله قربان. اون در باز کن بذار خودش بیاد پولا رو بده. چش قربان. گفت در باز کن دیگه. خب. از اولم باید به خودش میگم. قربان پس من در باز کنم دیگه. آره باز کن. ساکت باش. نه 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 بگو باز کن. نمیخواد. چی؟ نمیخواد. تماس گرفتن گفتن پولا پیدا شده. پولا پیدا شده؟ خب. آره پیدا شده. آقا اگه پیدا شده پس چرا من باید اینجا بمونم دیگه؟ مثل اینکه 10,000 تومنش کمه. بذار بگردم اونا ببینم پیدا میکنن یا نه. حمیدی؟ چی؟ 10,000 تومنش کمه. شوخی میکنه؟ مگه من با شوخی دارم؟ آقا من برای 10,000 تومن باید اینجا بمونم؟ ببین 10,000 تومن داری؟ خیلی پول روی دستی بده من بیام بیرون بهت میدم دیگه. من پولم کجا بود؟ بابا شما کی بودین؟ پول از کجا بردی؟ جناب سروان جورت کردم بیا منو آزاد کنیم، بیا 10 تومن خودت.